سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لاله هستم از کانال سبز و ترش و با یه رسیپی دیگه در خدمتتونم. قبلا هم گفتم بهتون که دوست دارم توی کانال یه بخشی قرار بدم به عنوان مبانی و تکنیک ها در مورد رسیپی هایی که گرچه خودش به صورت مجزا نمیتونه به عنوان یه رسیپی مطرح باشه، ولی نقش کلیدی و اساسی برای رسیپی های دیگه داره، مثل شربت بار که قبلا بهتون یاد دادم و ویدیویی که امروز میخوام بگیرم در مورد خلال پوست پرتقال یا نارنج که میتونه خیلی براتون مفید باشه. سعی میکنم در مورد تمام نکته ها و حالا اصولی که باید رعایت بشه صحبت بکنم، در ادامه طرز شیرین کردن خلال پوست پرتقال هم بهتون نشون میدم و البته میگم چطور نگهداری بکنید ازش که حتی اگه یک سال دیگه هم خواستید ازش استفاده بکنید کاملا تازه و رنگ و روی خیلی خوبی داشته باشه. بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. ویدیو خیلی خوبیه، بهتون پیشنهاد میدم حتما ببینید، مخصوصا که خلالای پوست پرتقالی که بیرون میتونید تهیه بکنین، یعنی از لحاظ رنگ و رو رنگ و روی خیلی خوبی دارن، اغلب خیلی کدر و بدرنگه و از لحاظ قیمت هم که دیگه متاسفانه خیلی قیمت‌های بالایی داره. پس بهترین کار اینه که خودتون توی خونه تهیه کنید با بهترین کیفیت و بهترین رنگ و رو. بریم در ادامه ببینیم چطور درست میشه. خب لازمه این که یه خلال پرتقالی داشته باشیم که غذامون رو تلخ نکنه اینه که پوست پرتقالمون رو خیلی نازک برش بدیم. برای این کار دو تا پیشنهاد براتون دارم. اگر خیلی وسواس دارید و نمیخواید مطلقا هیچ قسمت سفیدی به پوست پرتقالتون بمونه، از رنده استفاده کنید، پرتقال رو پوست بگیرید مثل همون وقتی که برای خوردن پوست میگیریم و بعد این قسمت سفیدش رو کاملا رنده کنید. این کاری که انجام بدید بعد همونطور که میبینید تمام قسمت‌های سفید گرفته میشه، کاملا فقط پوست پرتقال میمونه و همونطور که میبینید داخل این قسمت رنده پر از قسمت‌های سفیده. اگر که خیلی وسواس ندارید که به نظر من لزومی نداره چون یه مقدار زمان بیشتری میخواد، میتونید پرتقالتون رو با پوستگیرایی که توی همه خونه ها هست خیلی راحت با یه فشار معمولی، خیلی فشار نیارید که به اصطلاح اون قسمت سفید زیاد گرفته نشه و پرتقالتون رو با پوستگیر پوست بگیرید. این کاری که انجام بدین یه لایه خیلی نازک از پوست پرتقال داره. برای خلال کردنش میتونید چند تا پوست پرتقال رو هم بذارین که کارمون راحت تر و سریع تر انجام بشه. میتونیم هم دونه دونه، خیلی فرق نداره، خیلی سریع انجام میشه، به همین راحتی. خب حالا میخواییم تلخی پوست پرتقالمون رو بگیریم. داخل ظرف آب سرد میریزیم، میذاریمش روی حرارت، خلال پوست پرتقالمون رو اضافه میکنیم و زیر حرارت رو روشن میکنیم. خب حالا دیگه باید صبر کنیم تا آب به جوش بیاد. به محض اینکه آب به جوش اومد، خلال پوست پرتقال رو داخل یه ظرف آب یخ می‌ریزیم. من اینجا یخ نداشتم، از آب یخچال استفاده کردم، ولی اگر یخ داشته باشید خیلی بهتره. خب ما این کار رو 3 مرتبه بعد انجام بدیم. یعنی خلال پوست پرتقال یا نارنجمون رو می‌ریزیمش داخل یه قابلمه ای که آب سرد توشه. قابلمه رو می‌ذاریم روی حرارت، همین که به جوش اومد می‌ریزیمش داخل آب یخ. یه چند دقیقه صبر می‌کنیم، اجازه می‌دیم کاملاً خنک بشه. دو مرتبه میریزیمش داخل قابلمه ای که آب سرد توشه، زیر حرارت رو روشن میکنیم، باز وقتی به جوش اومد میریزیمش داخل آب یخ تازه. دو مرتبه همین کار رو تکرار میکنیم، 3 بار این کار رو انجام میدیم و بعد دیگه آماده است برای اینکه شیرینش کنیم و داخل غذا استفاده کنیم. البته بهتون پیشنهاد میدم برای خلال پوست نارنج این کار رو 4 مرتبه انجام بدیم چون پوستش یه مقدار زخیم تره و بهتره که این کار 4 بار انجام بشه. خب بریم برای شیرین کردن خلال ها. برای این کار قابلمه رو میذاریم روی حرارت و شکر و آب بهش اضافه میکنیم. اجازه میدیم به جوش بیاد و 1 دقیقه هم روی حرارت متوسط باشه تا شکر کاملا آب بشه و
یه مقداری هم به غلظت برسه. بعد به خاطر اینکه ما خلالای پوست پرتقال 3 مرتبه جوش کندیم و رنگ خودش از دست داده، برای اینکه 2 مرتبه یه رنگ پرتقالی خوشگلی بهش بدیم، یه مقدار زعفرون بهش اضافه میکنیم و بعدم خلالای پوست پرتقال رو اضافه میکنیم. اجازه میدیم که روی حرارت به اون غلظتی که دلمون میخواد برسه. دیگه تقریبا آخرای کارم یه مقدار کره بهش اضافه میکنیم که هم براقش کنه، هم خوش طعمش بکنه و هم خیلی مجلسی طورش بکنه. به همین راحتی خلال پوست پرتقالمون هم آماده میشه و شیرینش میکنیم، آماده است برای غذاهای سنتی. به دو صورت شما میتونید خلال ها رو نگهداری کنید. یکی به صورت سنتیه که معمولا خشک میکنن، تقریبا هم همه همین کار رو انجام میدن، که میتونید حالا اگه زمستون و سرمایه روی شوفاژ و بخاری این کار انجام بدید، اگر فصل گرمه یا زیر آفتاب این کار رو میکنن معمولا، یا میتونید اگه نمیخواید زیر آفتاب بذارید داخل یه آبکش بریزید، زیرش هم یه آبکش دیگه بذارید از این گردای بزرگ که هوا از بالا و پایین در جریان باشه و این به هر حال به مرور تو دمای محیط خشک بشه. ولی روش دومی که من اون کار رو انجام میدم و به نظرم خیلی بهتره و پیشنهاد میدم یه بار امتحان کنید، اینه که زمانی که پوست پرتقالتون رو خلال میکنید، بریزیدش داخل یه نایلون یا زیپلاک، روشو تاریخ بزنید و بذارید داخل فریزر. اینو شما دیگه هر زمان که بخواید شیرینش بکنید و هر زمان بخواید برای هر چیزی که استفاده کنید کاملا تازه، مثل اینه که همین الان شما یه پرتقالو به اصطلاح خلال کردین و دارین استفاده میکنید. اینم از خلال پوست پرتقال شیرین شدمون که امیدوارم درست کنید و کنار غذاهای سنتی همراه با خانواده نوش جان کنید. همه این نکته ها رو گفتم خدمتتون. یه نکته خیلی مهم دیگه باقی مونده، اونم این که اگر 3 بار خلال پوست پرتقال رو جوشوندین و همچنان احساس کردید تلخی داره، دیگه برای بار 4 این کارو نکنید. فقط کافیه بریزیدش داخل آب سرد، بذارید داخل یخچال به مدت چند ساعت که بمونه تلخی خودش رو از دست میده. یعنی هی چک بکنید ببینید، هر از گاهی یه دونه‌ش رو میتونید تست بکنید. هر زمان احساس کردید که دیگه اون تلخی که اذیتتون میکنه نداره، آبش رو خالی کنید و دیگه حالا یا فریز میکنید یا اینکه برای شیرین شدن داخل شربت میریزید. یه نکته دیگه در مورد شربته که من توی ویدیو بهتون گفتم اجازه میدیم که شربت یعنی شکر و آب با هم دیگه روی حرارت قرار بگیره تا یه مقدار غلیظ بشه. منظورم از غلیظ شدن شاید اینجا اشتباه باشه، کلمه اشتباهی استفاده کرده باشم، همین که بذارید شربت و آب با هم دیگه روی حرارت مثلا برای 1 دقیقه حل بشه کافیه. نمیخوایم بذاریم غلیظ بشه، بهتره که پوست پرتقال رو داخلش بریزید و اجازه بدید که با هم دیگه غلیظ بشه. اینم یه نکته. و دیگه اینکه روش شیرین کردن پوست پرتقال متفاوته، یعنی روش تلخی گرفتن پوست پرتقال متفاوته. معمولا پوست پرتقال رو اجازه میدن آب جوش بیاد، بعد پوست پرتقال رو میریزن، حتی تا 5-6 دقیقه هم اجازه میدن روی حرارت باشه. من این کارو نمی کنم به خاطر اینکه دوست دارم پوست پرتقالم اون فرم خودش رو حفظ بکنه. ضمن اینکه ما اینجا از پوست پرتقال تازه استفاده میکنیم، لزومی نداره که برای 5-6 دقیقه روی حرارت باشه. کاری که من میکنم همونطور که عین ویدیو هم خدمتتون گفتم، همین که آب جوش اومد صبر میکنم تا آب کاملا به جوش تون بیفته، بعد آبکش میکنم و بقیه مراحل کار دیگه. اینکه حالا شما بخواید بیشتر بجوشونید باز بستگی به سلیقه خودتون داره. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده از خوردن غذاهای سنتیتون همراه با خلال پوست پرتقال لذت ببرید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید.